بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، رسیدیم به درس هفتم، درس تاریخ ادبیاتی مال قرن دهم و یازدهم. افراد شاخصی اینجا داره، مثل با افغانی شیرازی، مثل وحشی بافقی، مثل محتشم کاشانی، کلیم کاشانی، صاحب تبریزی و بیدل دهلوی. با هم اینها رو میخونیم، یه مرور میکنیم و باز اینجا بهتون تأکید میکنم خلاصه نویسی و نکته های مهم رو یادتون نره. بچه ها رسیدیم به درس هفتم، تاریخ ادبیات فارسی در قرنهای دهم و یازدهم. قرن دهم. در این قرن حکومت در دست جانشینان تیمور بود، به گونه ای که در هر گوشه حاکمی از آنان حکومت میکرد. اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در این دوره به طور کلی و وضع ادبیات نیز به تبع آن آشفته شده بود. در این سالها دو جریان شعری بیشتر رونق نداشت. یکی شعر لطیف و فصیح بود که به طور طبیعی و به شیوه کسانی مثل حافظ و سعدی در جریان بود و بابا فقانی شیرازی از نمایندگان آن است. یادت ندونه این بابا فقانی شیرازی شیوه کی هستن؟ شیوه حافظ و سعدی، فصیح و لطیف. علامت بزنید. دیگری مکتب وقوع که نتیجه چاره اندیشی شاعران برای تغییر سبک و راهی و رهایی از گرفتاری تقلید بود و بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود که البته راه به جایی نبرد، یعنی وقایع رو به صورت واقعی بیان میکرد. سیطره دراز مدت مغولان و تیموریان بر سرزمین ایران و ویرانی‌ها و خرابی‌ها که در همه ابعاد و زمین‌ها به بار آوردند، دانش، فرهنگ و ادبیات را تحت شعاع خود قرار داد. بعد از ظهور شاعران بزرگی چون سعدی، مولانا و حافظ در دوره عراقی، به دلیل تسلط طولانی مدت مغولان و تیموریان جایی برای رشد زبان و ادبیات فارسی و ادیبان باقی نماند. شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاملا جنبه ذهنی و تخیلی یافته است و با ادامه پایبندی به سنن ادبی نابود می شود پس باید به سوی حقیقت‌گویی و واقع‌گویی بازگشت. شاعران برای این کار نیازمند پرداختن به مسائل اجتماعی و انتقادهای سیاسی بودند و قالب غزل با توجه به نقش و سابقه کاربردش اجازه جولان یا جولان بیشتری در این میدان را نمی‌داد. در این دوره از یک سو به دلیل کم توجهی و بیمهری شاهان صفوی نسبت به شاعران و از سوی دیگر شاعر نوازی و ادبگرایی سلاطین هند، شاعران به دربارهای هند روی آوردند و به همین دلیل با شوق و شور تمام راهی آنجا شدند و برخی از آنان پس از کسب شهرت و ثروت به ایران بازگشتند. آشنایی با تفکرات و معارف هندوان کم و بیش در تغییر سبک دخیل. فرهنگ هند در این دوره از فرهنگ ایرانی همچنان تأثیر میپذیرد و فوزلای هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن استقبال میکردند. شاهان گورکانی هند نیز همگی به فارسی سخن میگفتند. زبان فارسی در شبه قاره هند استحکام و استقرار لازم را به دست آورده بود، همگیر و رسمی شد و تا زمان حاکمیت استعمار انگلیس در هند زبان رسمی آن دیار بود. دقت کنید، خلاصه نویسی برای هزارمین بار. همزمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضلا بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت. بجز اصفهان، مناطق دیگر ایران هم رشد و توسعه و شور و جنبشی یافت. مثلا خراسان، آذربایجان و نواحی مرکزی ایران به کانونهای مهمی برای شاعران هنرمند و دانشمند تبدیل شد. هرچند شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند، اما کم و بیش به زبان فارسی نیز کتاب نوشته یا شعر گفتند و به نوعی علاقه نشان دادند. افزون بر آن، برخی از ایشان مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند. برخی از ایشان مقام شیخی و رهبری و
رهبری طریقت داشتند و از این رو لازم می‌دانستند خود را در چنین مقام فرهنگی نگاه دارند. علاوه بر این با رؤسای مذاهب در تماس نزدیک بودند و از طرف دیگر رقبایی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند که آنها نیز به مسائل فرهنگی توجه نشان می‌دادند. این عوامل باعث شده بود که به طور کلی شعر و شاعری در معماری و انواع هنر مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه هنرهای چون قالی بافی و سفالگری شیشه سازی، نقاشی، تزهیب و خوشنویسی در دوران صفویه رشد فراوان یافت. این هنرها رو علامت بزنید. بهزاد، حواستون باشه، در دوره شاه اسماعیل و رضا عباسی در دوره شاه عباس از مفاخر هنرن. این دوتا اسماشون شاهاشون جابجا نشه. بهزاد در دوره شاه اسماعیل، رضا عباسی در دوره شاه عباس. خب رسیدیم به بافقانی. بابا فقانی شیرازی از شعرهای تأثیرگذار این قرن در ایران است که شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است. رقت معانی رو دقت کنید. وحشی بافقی نیز از دیگر شاعران این دوره است که سبک شعرش حد وسط سبک دوره عراقی و دوره بعد، یعنی سبک هندی است. پس وحشی بینابین هندی و عراقی است و واقع گرایی شاخصه اصلی آن است. علامت بزنید. محتشم کاشانی از دیگر شاعران این دوره در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورای او زبان زد است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفق سور خواسته تا عرش اعظم است. خب اینها شدن قرن ده. میریم سراغ قرن یازده. حکومت صفوی پس از کشاکش هایی به وجود آمده در ایران روی کار آمد و مذهب شیعه را ترویج کرد و به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود. از این رو شاعران سروده های خود را بیشتر با مضامین پند، اندرز، علامت بزنید، توصیف و بیان امور طبیعی و همچنین تبدیل موضوعات و تمثیلات کهن به مضامین تازه و به زمان جدید و به زبان جدید همراه کردند. وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقه مدیح سرایان درباری باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند. از سوی دیگر بهانه دادن به شعر ستایشی در ایران موجب شد که شاعران مدیح سرای برای امرار معاش یا ثروت اندوزی راهی دیار هند شوند، زیرا آنجا به رسم دربارهای قدیمی ایران هنوز بازار قصیده و مد رواج داشت. رفاه اقتصادی مردم در دوره صفوی و آبادانی شهرهای ایران و رونق تجارت و کسب و کار در این و این امکان را و کار این امکان را برای همه مردم فراهم آورده بود که هر کس به اندازه توان خود به امور فرهنگی از جمله ادبیات بپردازد. از طرف دیگر آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه‌خانه‌ها نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می‌پرداختند. از معروف‌ترین شاعران این قرن می‌توان افراد زیر را نام برد. خب کلیم کاشانی در ابداع معانی علامت بزنید و خیال‌های رنگین مشهور است، علامت بزنید. و این ویژگی در غزل، حواستون باشه، غزل‌های او لطف ویژه‌ای به غزل‌های او لطف ویژه‌ای بخشیده است. ضرب المثل‌ها و الفاظ محاوره که زبان غزل این دوره را به افق خیال عام نزدیک کرده، سخن او را برجسته کرده است. وی با به کار بردن مضمون‌های ابداعی فراوان، بهش می‌گفتند خلاق المعانی ثانی. صائب تبریزی معروف‌ترین شاعر سبک هندی و از پرکاربردترین شاعران زبان فارسی زبان است. او در غزل سرایی مشهور است و برخی از تک بیت‌های غزلش شاهکارهایی از ذوق اندیشند و بسیاری از آنها به صورت ضرب المثل رواج یافتند. صائب را خداوندگار مضامین تازه شعری دانستند. بیدل دهلوی او را به سبب سرودن غزل‌های خیال‌انگیز و به کار بردن مضمون‌های بدی و گاه دور از ذهن می‌شناسیم. از ویژگی‌های عمده شعر بیدل، حواستون باشه، مضمون‌های پیچیده و استعاره‌های رنگین، خیال‌انگیز و سرشار از ابهام و تخیل‌های رمزآمیز شاعرانه است. خب رسیدیم به خود ارزیابی. ما با هم صحبت کرده بودیم که خود ارزیابی‌ها رو حل نکنیم، در آخر سر با هم
حل میکنیم، ولی یه مختصری توضیح میدهیم. خب اما خلاصه، در قرن دهم گفتیم که حکومت دست جانشینان تیمور بود، اوضاع سیاسی اجتماعی و ادبیات آشفته شده بود، شعر لطیف و فصیح وافقانی به طور طبیعی شعر حافظ را به سوی دوره بعد هندی میکشاند، مکتب وقوع بود، مکتب وقوع علت رویادان شاعران به شعر مکتب وقوع، رهایی از تقلید بوده، تغییر سبک و رهایی از تقلید بود، مکتب وقوع بازتاب طبیعی اجتماعی قرن دهم بود، سیطره دراز مدت مغولان و تیموریان بر ایران، ویرانی و خرابی ایران در همه ابعاد و دانش و فرهنگ و ادبیات ایران رو به اضمحلال و نابودی. در دوره عراقی پس از ظهور شاعرانی چون مثل امثال سعدی و حافظ و مولانا، به دلیل تسلط طولانی مدت مغول و تیموریان، ادبیات رشد چندانی نکرد. سبک عراقی در نیمه دوم قرن دهم به اوج خودش میرسه. شاعران این دوره معتقد بودن سبک عراقی از واقعیت دور شده، کاملا جنبه ذهنی و تخیلی پیدا کرده، با ادامه پایبندی به سنن ادبی نابود می شود. نتیجه باید به سوی حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت، مسائل اجتماعی، سیاسی و انتقادی پرداختن. قالب غزل با توجه به نقش و سابقه کارکردش اجازه نمیداد تا بیشتر هنر نمایی کنند. دلایل اصلی مهاجرت شاعران کم توجه، بیمهری شاهانه سببی به شاعران، شاعر نوازی و ادب گرایی سلاطین هند، تأثیرات مهاجرت شاعران ایرانی در هند، آشنایی با تفکرات و معارف هندوان که همین مسئله موجب تغییر سبک شده، تأثیر پذیرفتن فرهنگ هند از فرهنگ ایران، این هم حواستون باشه، استقبال فضلای هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگش زبان فارسی، به فارسی سخن گفتن شاهان گورکانی هند، رسمی شدن زبان فارسی در شبه قاره هند تا زبان حاکمیت استعمار انگلیسه، بعد وضعیت زبان و ادبیات فارسی در این دوره در اصفهان پایتخت سلسله صفوی، محل اجتماع شعرا و فضلا، از دیدگاه ادبی توسعه یافت و به شهر بزرگ تبدیل شد. خراسان، آذربایجان و نواحی مرکزی ایران رشد و توسعه یافتند و به کانون مهمی برای شاعران و نویسندگان و دانشمندان تبدیل شد. دلایل رشد و توسعه ادبیات، فرهنگ و هنر در عصر صفویه اینی که شاهان صفویه گرچه در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند، اما به زبان فارسی نیز کتاب نوشته یا سروده یا شعر سرودند. چون برخی از پادشاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند، اولا بعد مقام عالی خودشون نگه می‌داشتند، با رؤسای مذاهب مختلف در تماس نزدیک بودند. وجود رقبای چون شاهان عثمانی و هند که ظاهرا یا واقعا اهل فرهنگ بودن، سبب شد که شاهان صفوی نیز به مسائل فرهنگی توجه شایانی داشته باشند. تأثیرات پادشاهان صفوی بر ادبیات و فرهنگ و هنر میتونیم بگیم مورد توجه قرار گرفتن و شعر و شاعری، خلق آثار به زبان فارسی، رشد فراوان معماری و هنرهای چون قالی بافی، سفالگری، شیشه‌سازی، نقاشی، تزئین و خوشنویسی، ظهور هنرمندان مثل حسین بهزادی گفتن در دوره شاه اسماعیل و رضا عباسی در دوره شاه عباس. تأثیرگذارترین شاعران قرن دهم بابا فقانی شیرازی، وحشی بافقی و محتشم بود. بابا فقانی از شاعران تأثیرگذار قرن دهم، شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهوره. وحشی بافقی قرن ده، سبک او حد وسط دو سبک عراقی و هندیه، شاخه اصلیش باقی گراییه. محتشم قرن ده، شعر مذهبی میگه و ترکیبنده عاشوراییش که مشهوره. بعد باز این چه شورش هست که در خلق عالم است که دیگه این شعر اوست. اما قرن 11 هجری مذهب تشیع ترویج پیدا کرده، شعر ستایشی به درباری و عاشقانه زمینه توجهی نداشت، بهش توجه نمیشد. شاهان صفوی نسبت به شعر و ستایش عاشقانه بی توجه بودند، به مزامین بیشتر پند و اندرز و توصیف و بیان امور طبیعی و
تبدیل موضوعات و تمثیلات کهن و به مضامین تبدیل موضوعات و تمثیلات کهن به مضامین تازه به زبان جدید، وابسته نبودن به دربار و از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان درباری باعث شد که طبقات و گروه‌های بیشتری مدعی شعر بشن، بیان تو شعر. شاعران مدیحه سرایان در عصر صفویه به دو دلیل به هند سفر کردند: یک، بها دادن شاهان صفوی در ایران به شعر ستایشی; دو، رواج داشتن قصیده و مت در دربار هند و حتی اونها پولای انگفتی هم میدادن. خب به دلایل زیر این امکان برای مردم فراهم شد که هر کس به اندازه توان خود به امور فرهنگی از جمله ادبیات بپردازد. رفاه اقتصادی مردم در دوره صفوی، آبادانی شهرها، رونق تجارت و کسب کار. به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا مراکز تجمعی مثل قهوه خانه دایر شد و شاعران در آنجا به مشاجره و مناظره و اینا و نقد می پرداختن. تأثیر گذارترین شاعران می تونیم بگیم کلیم، صائب و بیدل دهلوی است. خب اولین سوال خودآزماییتون هم هست، ولی خب حالا من همینجا توضیح بدم. بخیه کفشم گردندان نما شد، عیب نیست خنده می آرد همین بر هرزگردی های من. ویژگی های زبانیش آوردن می در آغاز و همی در پایان فعل مضارع. ببینید، بقیه خنده می آرد همی بر، ببین، می در آغاز و همی در پایان فعل مضارع، می آرد همی. کاربرد خنده می آرد همی به جای خنده زدن. ویژگی ادبیش بخیه کفش اضافه استاری باشه. دندان نما شدن کفش تشخیص استاره، کنایه از باز شدن درسهای کفش و محروم شدن نخهای آنه. خنده آوردن برای کفش تشخیص واجارایی، بله، ضرب المثل داره، بعد تشبیه هم که معلومه. ویژه فکری آوردن مضمون تازه خود انسان است که باعث فلاکت خود می شود. ریشه نقد کهنسال از جوان افزون تر است، بیشتر دلبسیق باشد به دنیا پیر را. استو معادله ضرب المثلش، دلبستگیش، بعد آوردن مضمونش حریص‌تر بودن پیران به دنیا و تعلق آنها نسبت و تعلقات آنان نسبت به جوانان چیه؟ بیشتره، هرچی پیرتر باشی تعلقت بیشتره. این تا اینجا. حالا به خودآزمایی هاش هم بپردازم، اونم با گوش چشمی.